با ادامه صبح زندگی خوش آمدن و صبحتان باز هم بخیر باشد. در بخش فکر نو هستیم. سمیرا گوهری فالش شمای امروز مهمان ما هستند و قرار است امروز روی نقش اعتماد به نفس در موفقیت بانوان صحبت بکنن. ای که اعتماد به نفس چی است، چطور داشته باشیم و چطور تاثیر میگذاره نقش اعتماد به نفس به خاطر از اینکه ما موفق باشیم و بتانیم به اهداف ما دست پیدا بکنیم چی است، بیشتر امروز بر ما شما سمیرا جان معلومات خود دادن. خوش آمدین سمیرا جان، صبحتان بخیر. سلام وسیله جان، تشکر. صبح زیبای شما بخیر. سلام و صبح بخیری دارم خدمت تمام بینندگان عزیز برنامه زیبای صبح و زندگی. تشکر، سلامت باشین. چطور میگذره کارا؟ خدا را شکر بسیار خوب سپری میشه. خدا را شکر و خوشحال هستیم که خودت در برنامه داری. زنده باشی. در نقش یک بانوی موفق و با اعتماد به نفس. قربانت هم تشکر. یکی از موضوعات خیلی مهم را انتخاب کردیم. خب از اول بیم در مورد اعتماد به نفس یک کم بر ما معلومات بتن. البته مطمئنن که همگی ما معلومات داریم در موردش. یکی اعتماد به نفس چی است و به نظر خودت چقدر مهم است به یک شخص، بخصوص به یک دختر و به یک زن؟ بله درست. اعتماد به نفس قسمی که همه ما شما میفهمیم به معنای خودباوری، یعنی که من خودم را چقدر باور دارم و به همین شکل این که ای باور و اعتماد به نفس ما چقدر میتونه که مرا به اهداف که برای خود رقم زدیم و در جایگاهی که دوست دارم در آینده برسم چقدر میتونه که مرا کمک بکنه و به مسیر اهداف مرا نزدیکتر بسازه. بنان اعتماد به نفس یعنی ای که من خودم را باور داشته باشم به همو هدفی که برای خود تعیین کردیم یا کسی که دوست دارم باشم، در جایگاهی که دوست دارم برسم خودم را باور داشته باشم که حتما من میتونم. باور داشتن یعنی توانستن، یعنی این که من حتما میتونم از عهده از این کار بیرون شوم و به چیزی که دوست دارم برسم. بنان در یک تعریف بسیار ساده اعتماد به نفس به معنای خودباوری، باور داشتن به خود و به همین شکل باور بروی توانایی، ارزش‌ها و تمام توانایی‌هایی که ما در خود داریم. دقیقاً، چقدر تعریف زیبا. قربان. و واقعا زمانی که ما خود میشناسیم به خود باور میکنیم او زمان است که ما توانایی‌های خود پیدا میکنیم. بله. و کوشش میکنیم به رسیدن به اهداف ما. به نظر چقدر مهم است، چطور میتونه نقش داشته باشه اعتماد به نفس بالای موفقیت ما؟ 100% میتونه که یعنی در روی موفقیت ما تاثیر داشته باشه، به خاطر اینکه اگر ما خود ما را باور نداشته باشیم بنان هیچ کس دیگه ما را باور داشته نمیتونه. فرض مثال اگر ما باور داشته نمیتونم که ما میتونم فرض یک دکتر موفق باشم یا یک انجینیر موفق باشم، یک دیزاینر موفق باشم یا یک فوتبالر موفق باشم، اگر خودم این باور به خود نداشته باشم هیچ وقت توقع داشته نمیتونیم یا این که اطرافیان، دوستا، فامیل، هیچ کس دیگه با ما این باور داده نمیتونه، یعنی اونا با ما باور داشته نمیتونه، چون اول کسی که مهم است که به خود باور داشته باشه اون شخص خودم هست یا اون شخص خودت میباشه که باید بالای خودت باور داشته باشی. کسایی که اعتماد به نفس ندارن اونا در راه رسیدن به هدفشان به اولین مانعی که اونا برخورد میکنه دفعتن شکست میخوره، به خاطر اینکه چون او از اول باور نداشت که من به همچون جایی برسم یا مثلا به می هدفی که دوست دارم میخوایم خود برسانم. طبعاً تمام اهداف و مسیری که ما در زندگی به خاطر رسیدن به موفقیت و جایگاهی که دوست داریم طی میکنیم پر از چالش ها، موانع و بسیاری از چیزهای صد راه ما میباشه. و کسی که اعتماد به نفس به خود نداشته باشه یا باور به خود نداشته باشه که من حتما میتونم با این موانعات مبارزه بکنم، با این چالش هایی که صد راه ما روبرو شدیم مبارزه بکنم، بنان در اولین چالش، در اولین مانعی که برایش قرار میگیره شکست میخوره و دوباره از هدف خود دست میکشه. دقیقاً همه قسم است و چقدر خوب است اعتماد به نفس و چقدر نقش اساسی را داره. ولی بیشتر از خانم ها، بیشتر از دختر خانم ها با این مشکل مواجه هستند که اعتماد به نفس خوب ندارن یا هم میسازن و زودتر او را از دست میتن. به نظر دلیلش چی است و چطور بتانیم ای را قوی بسازیم، قوه را در وجود ما رشد بتیم تا هیچ چیز نتانه اعتماد به نفس ما را از بین ببره؟
تمام انسان ها توانایی های خاص و استعداد های خاص خودشان را در وجود خودشان دارند که یعنی بعضیا دارای استعداد های واقعا خارق العاده می باشند، بعضیا واقعا استعداد های خیلی خوب و توانایی در وجود خودشان می باشند که این در وجود هر انسان متفاوت می باشد. اما این که چرا انسان ها مثلا خانم ها نمی تانند که از او استفاده بکنند، دو مشکل وجود داره. یک در راه شناختنش است یا درست نتونسته که او استعدادها و توانایی ها در وجود خود بشناسه. دوم مشکل در تبارز دادنش است. اگر او نمیشناسه درست نمیتونه که تبارز بده. درست است؟ بنابراین از این خاطر او باور درست و کافی را در وجود خود پیدا نکرده که من دارای کدام توانایی ها، دارای کدام ارزش ها، دارای کدام استعدادها هستم و چگونه میتونم از این در مسیر یک زندگی بسیار خوب و موفق، در رسیدن به یک جایگاه موفق و یک شخصیت موفق از خودم در زندگی استفاده بکنم. پس از همین شکل وقتی که من دوست دارم که یک نویسنده بسیار موفق باشم، پس اول من با خود باور داشته باشم که من بسیار خوب نوشته میکنم، بسیار خوب افکار خود را بیان میکنم، بسیار خوب میتونم که یعنی تمام افکار ذهنی خود را، تمام ایده و نظریاتی که در ذهن من است را خوب نوشته بکنم. باورم از همینجا شروع میشه. اگر تو دوست داری که یک ورزشکار موفق شوی، بنان تو از خود باور داشته باشی که بسیار خوب قدم میزنی، بسیار خوب ورزش میکنی، بسیار خوب یک خیال پردازی و یک تصویر بسیار مثبت از آینده در ذهن خود داری. یعنی اعتماد به نفس از یک تصویر مثبت از خودت در ذهن خودت ایجاد میشه که با این اولین قدمش است به نظر من که باید یعنی از خود شروع بکنیم تا اینکه بتونیم یک اعتماد به نفس خود در خود، اعتماد به نفس خوب در خود ایجاد بکنیم که بله من حتما میتونم. و دوم اطرافیانش است که او را کمک میکنه. ابراهام لینکلن که یکی از رئیس جمهورهای کشور آمریکا میباشه میگه من همیشه تمام دوستایی که به من باور داشتن هیچ وقت نمیتونستم که اونا را ناامید بسازم. بنابراین این نبی خودباوری و اعتماد به نفس در وجود من هسته که هیچ وقت من نخواستم باور کنه در من داشتن در اونا را ناامید بسازم یا باورشان را یعنی از بین ببرم. بنابراین بعد از شخص خود کسی که میخواد که یعنی از اعتماد به نفس کافی برخوردار باشه، اطرافیانش هست که شامل فامیلشان، دوستا و کسایی که در محیط کاری و دیگه جای هست که برازو باور بده که بله تو یک شخص موفقی هستی، یا از عهده کاری که میخوایی بیرون شده میتونی، یا در کارت موفق هستی، دایی بسیار خوب میدرخشی و تمامش میتونه که دانه دانه تاثیرات بسیار خوب در اعتماد به نفس و در باورهای شخصی اون نفر تاثیر داشته. دقیقاً و چقدر خوب است که در چهار طرف ما اشخاص قوی و قدرتمند باشد تا به ما انرژی مثبت بتن و بتونن که تأثیر داشته باشند به موفقیت ما. بسیار تشکر سمیرا جان از اینکه خودت هم به برنامه تشریف آوردی و واقعا که موضوعات جدید و راه‌های بسیار آسان را با ما بیننده ها شریک ساختن. اگر پیام داشته باشی از می داشته باشی. سلامت باشین بسیرا جان. البته بسیرا جان دوست بسیار خوب مثلا یک دختر بسیار با اعتماد به نفس موفق شکر. که ما همیشه در برنامه یادآوری کردیم و قسمی که اینا رو شارک کردن چه خوب است که دوستای اطراف ما انسان‌های با اعتماد به نفس موفق و یک دیدگاه مثبت باشن تا ما هم بتونیم از همدیگر خود متاثر شده و در یک آینده درخشان برای همدیگر کمک کرده و یک آینده بسیار خوب برای خود رقم بزنید. دقیقاً. بسیار تشکر سمیرا جان. روز خوب و خوش داشته باشید. از شما هم چنان زنده باشید. سلامت باشین. تشکر هموطنان عزیز از همراهی شما. هم وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه.